عزیزان و خیر مقدم میگیم خدمتون و تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتین امروز رو و امیدواریم که روز خوبی رو با هم داشته باشیم. بنده جعفر ادریسی هستم، قرار با همکاری خانم یوسفی همسرم و آقای امیر هوشمند این تور رو در خدمتون باشیم. امروز یه مقدار کارمون هم سخت هم راحت، اتوش 10 نفر ما تور لیدر داریم، کار رو راحت میکنه و اساتید بزرگی داریم، جامعه سنگ سخت‌باز، جامعه سنگ خیابانی، و این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه که بخوایم درس جواب بدیم در اصل پیش این عزیزان. امروز روز 15 خرداد، روز 5 ژوئیه و ژوئن 5 ژوئن روز جهانی محیط زیسته. از طرف خودم و تمام عزیزانی که اینجا هست از همتون تشکر میکنیم که حاضر هستیم بیایم و زباله‌هایی که کسای دیگه بدون اینکه توجه کنن و توی منطقه رها کردن رو جمع آوریم. این برنامه علاوه مالی توسط بانک HSBC خاورمیانه اسپانسر شده و مؤسسه طبیعت. از دورای پلور که پیاده شدیم، دوستانی که با اتوبوس هستن ادامه میدن مسیر رو تا به یه جایی میرسیم به اسم دشت شقایق‌ها معروف هست. حالا یه دشت شقایق هم یه سمت لار هست، ما اون سمت نمیدیم، میریم به سمت رینه و مسیر جنوبی سعود به دامبن بارگاه سوم. اونجا عزیزان گروه انجمن کوهنوردان هم هستن، اونا الان هر ساله این کار رو دارن انجام میدن، جاده خاکی رو میبندن با ماشین هاشون، نمیزنن ماشین دیگه بره، که شقایق ها الان خیلی وقت این شقایق ها داره زیر ماشین و چادر مردم داره از بین میره. الان شاید با چشمتونید ببینید جایی که قبلا پر شقایق بود الان فقط خاکه و کاملا بیابون شد. امیدواریم که شقایق ها هنوز در نیومده باشن. البته خب شاید خیلی از دوستان اومده باشن که این شقایق ها رو ببینن، ولی ما امیدواریم در نیومده باشه که بتونیم اول اینجا رو پاکسازی بکنیم بعد شقایق. قبل از هر چیز میخواستم اعلام کنم که امروز روز جهانی محیط زیسته و بانک HSBC که بزرگترین بانک دنیاست و خودش رو همیشه جز بانک های داخلی دنیا میدونه، همه کشورها میدونه، این روز رو با هر کسی که عاشق طبیعت جشن میگیره و همیشه سعی میکنن که از طبیعت تشکر کنن با پاک کردن طبیعت و هر کار دیگه ای که با ایجاد آموزش، با بالا بردن آگاهی همه مردم در رابطه با محیط زیست، این روز رو جشن میگیره و از زمین، از کره زمین تشکر میکنه. میدونید که اگر طبیعت نباشه ماها نیستیم و اگر ماها نباشیم هیچ بیزنسی نیست و هیچ چیزی در این دنیا وجود نخواهد داشت. بنابراین ما به خاطر خودمون، به خاطر بچه هامون، به خاطر آینده نوه هامون و بچه هامون بایستی از طبیعت ضمن این که ازش لذت میبریم حفاظت هم بکنیم، قدرش هم بدونیم و با پاک کردن اون و کثیف نکردنش ازش تشکر کنیم. من از همه خواهش میکنم نه فقط در روز جهانی محیط زیست، هر روز رو روز جهانی محیط زیست بدونن و با زمین یکی بشن و ازش نگهداری کنن. از همه شما متشکرم.